حاجی زینب میشناسید؟ اسم شنیدید؟ حاجی زینب غزالی، تنها زن مفسر قرآن معاصر، در زندانهای مصر بود. کتابی داره به اسم ایام من حیاتی، خاطرات از زندگیش، روزهایی در زندگی. دستشویی تو زندان بهش فشار آورد تو سلول، یک زندانبان مصری مسلمان جوان یلم موکلش بود که در زد، گفت که یبنی، پسرم، در جای مادرشه، بهم دستشویی فشار آورده، میخوام برم دستشویی در رو باز کن. گفت پسرم، میگه گه برگشت به من گفت که نه، به یک شرط که من بیام همراهت، وقتی رفتی تو دستشویی در باز میکنید، در حال قضای حاجت منم نگاه بکنم. میگه خجالت کشیدم، پسرم داره به من این میگه، یک جوان مسلمان مصری که در حد اولاد منه. اگر خدا به من و شما رحم نمی کرد، شاید من و شما جای همون جوان بودید که مسئول شکنجه علمای مخلص و ربانی بودید. بترس از کسی که از خدا نترسه. به خودش فشار آورد، برگشت به زندان، به سلول. خدایا، دوباره فشارش آورد، مثل مار در خودش میپیچید. دوباره در زد، یبنی، گفت به همون شرط. دوباره بهش فشار آورد، گفت به همون شرط. گفت باشه، در رو باز کن. باشه، بیا همراهم. نشست در رو بست، لگت زد، در رو باز کرد. مادرمون بلند شد، برگشت به سلول، میگفت خدایا، مناجات میکرد، چون در راه توست همه چی قابل تحمله، فقط خدایا یه آرامش به من بده، یه چیزی بر من القا بکن که من بدونم که من بر حقم و استقامت بکنم. میگه خدا خوابو انداخت، وقتی خبرم شد که خواب رفتم، دیدم که یه دشتیه، از سواری آمد، سرسبز، نگاه کردم که رسول الله و صدیقه. گفتم یا رسول الله. گفت زینب چطوری؟ گفتم الحمدلله یا رسول الله. به من بگو من بر حقم یا نه. گفت استقامت بکن زینب، تو بر حقی. صبرن آل یاسر فإنما وعدكم الجنة. صبرم نمونی از شکره. کسی صبور و قانعه که شاکر باشه. میگه از خواب پریدم که نه رسول الله هست، نه صدیق، نه اسب، نه دشتی. دست به شکمم گرفتم که الحمدلله برطرف شده و احساس راحتی دارم میکنم. حضرت سمیه، اولین زن شهید در اسلام، شکنجه میشد، صبر میکرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیتونست ازش دفاع بکنه، رد میشد، میگفت صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنه. ای آل یاسر، صبر رو پیشه بکنید، وعده ما بهشته.